خانم دکتر، یکی از مخاطبین ما سوال پرسیدن واکنش ما نسبت به تحقیر شدن از طرف خانوادهمون چی باشه؟ دوست و آشنا نیست که بگم فاصله میگیرن، نزدیکترین فرد خانوادهم هستن و البته خانواده باید پشت و پناه باشه. بله، البته خانواده باید حمایتگر باشه، مشوق باشه، تعریف کنه، حس ارزشمندی بده. ولی خب خانواده های ما هم که کامل رو خودشون کار نکردن، نقطه ضعفایی دارن و نقش پدر و مادری رو گرفتن، حالا دارن اون نقش رو، آنچه که دارند رو در درونشون دارن رو ایفا میکنن. ببینید، کاری که شما باید بکنید اینه که روی قدرت خودتون کار کنید، روی رشد بالغتون کار کنید، که وقتی کسی به خودش اجازه داد با شما سرزنش‌آمیز برخورد کنه، تحقیرآمیز برخورد کنه، بتونید با بالغتون ازش سوال کنید، بگید الان منظور چی بود که من حالا اون کلمه توهین‌آمیز رو نمیارم، من حالا تنبل اون کار انجام ندادم، منظور چیه؟ به نظرت میاد که من باید برنامه ریزی جدیتری داشته باشم، این کار رو انجام بدم؟ یعنی اینجا نه، آزردگی شما، قهر کردن، گریه کردن، فریاد زدن، همه باعث میشه که اون فرد احساس کنه با رفتار تحقیرآمیزش تونسته شما رو متأثر کنه، تأثیر بذاره رو شما. وقتی که بالغانه جواب میدید و آسیب نمیبینید، عصبی نمیشید، اون متوجه میشه که نمیتونه با کلمات توهین‌آمیز شما رو کنترل کنه. بنابراین به تدریج از این روش برای کنترل شما دست برمی‌داره. یعنی اگه این شیوه ارتباطیشه، با شما این کار رو ادامه نمیده. اما این به تدریج اتفاق میفته، به شرطی که شما رو رشد بالغ وجودتون کار کنین. کار کنین و یک کودک آزرده نباشید که هر کی بهتون یک کلمه توهین‌آمیز گفت، یا کاتش کنید بذاریدش کنار، یا باهاش قهر کنید، یا تلافی کنید. اینا هیچ کدوم رفتارهای بالغانه و مناسبی نیست. ما نیاز داریم مهارت‌های ارتباطی رو در خودمون پرورش بدیم. رو خودتون کار کنید. مهارت‌های ارتباطی خیلی مهمن.